هیچ جنبشی در هیچ جای دنیا ما سابقه نداریم که در این حد تونسته باشه انعکاس و بازتاب داشته باشه و تمامی پشتیبانی نه تنها هم میهنان رو از هر فکر و قشری در تمام دنیا به دست بیاره، بلکه تمام کشورها، روشنفکرها، نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و حتی دولتها مجبور شدن زیر این افکار عمومی که دارن از این جنبش پشتیبانی بکنن. تا حالا چنین چیزی دیده نشده. در درجه اول این نتیجه اون تلاشی است که زنان و مردان جوان ما در ایران انجام میدن که واقعا بی‌نظیر، زنده باشند و ادامه این راه قطعا به پایان این رژیم خواهد انجامید. ما هیچ بازگشتی به دوره قبل از قتل مهسا نخواهیم رسید. کار این رژیم تمامه، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. همه ایرانی ها در تمام کشورها با حرکت هایی که داشتن تا حالا سابقه نداره. ما حرکتی که در برلین شد، همین پاریس حرکتی که در دوم اکتبر نزدیک 20 هزار نفر شرکت کردن، از همه فکرها توش حضور داشتن، با تمام وجود از این جنبش در داخل پشتیبانی میشه و ما هممون وظیفه داریم که در دفاع از جنبش داخل ایران با تمام امکاناتمون حرکت بکنیم، صدای اینا باشیم. صدای اینا به گوش همه جهان رسیده، بیشتر از این هم باید برسه. بنابراین ما تمام تلاشمون برای اینه. این کاری هم که شهرداری در اینجا انجام داد که نتیجه این مجموعه فعالیت ها و تلاش همه هست، بسیار کار بی نظیریه. برج ایفل، کشور فرانسه، یک سمبل آزادیست در دنیا و نقش بستن زن، زندگی، آزادی، اعدام را متوقف بکنید در ایفل یک پیام بین المللی است که این رو واقعا بایستی عرض گذاشت. بی نهایت ما از شهرداری پاریس متشکریم و اینها پشتیبان این جنبش هستند. ما از مملکتمون خیلی دوریم ولی قلبمون نزدیک و همیشه برای اونجا میتپه. از اونها سپاسگزاریم، از همه این جوانانمون، و فکر میکنیم که این خونهایی که ریخته شده جمهوری اسلامی رو در خودش غرق خواهد کرد.